Bismillahirrahmanirrahim. Balik chari panjo me mazmune web programming to itan khosh amadin. Imroz dar lecture panjo dar bari video connection gap mezanim va kosh mekunim ke bek tarafi diga va istifada az class connection establish bokunim. Bodan nam video fetch modes chanta mode dara dar bari chanta muhim gap mezanim. و با همین ترتیب پیریو کوئری میترز به چند طریقه میتونیم یک کوئری را با استفاده از پیریو اکستنشن پی اچ پی رن بکنیم. خب قسمی که در لکچر چهارم یعنی لکچر گذشته ما پیریو اکستنشن پی اچ پی را نو انتریوس کرده بودیم و بسیار با یک طریقه بیسیک با استفاده از کود بسیار کم معرفی کردم و او یک انتروداکتری ویدیو بود، انتروداکتری لکچر بود برای پیدیو که پیدیو چی است، چرا استفاده میکنیم، چی فرق داره با پروسیجرال پی اچ پی یا با استفاده با طریقایی که پیش ما دیتابیز کوئری میکردیم و یا کانکشن می داشتیم با دیتابیز تو چی فرق داره. اونجا شاید ما یک کم صحبتیم دور و دراز شده بود یا زیاد شده بود، بعضی از محصلین سوال گذاشتن که ما کانفیوز شدیم. اینجا امروز بازم مختصر گپ میزنم درباره پیریو که چرا استفاده میکنیم و چی است. اصلا در این چیزی کنفیوژن وجود نداره، نباید شما کنفیوژ شوین، این کدام چیزی نو نیست. پیریو اصلا خودش مخفف پی اچ پی دیتا آبجکت است، قسمی که دیروز گفته بودیم و اونو تمرایتان شریک ساختیم. یک سوالی هم بود که اونو زیاد کنفیوزنگ است، او از خاطر از اینکه پیدیو معمولا یک دیتابیز، یک طریقه کوئری کردن دیتابیز و یک کنکشن با دیتابیز است which provides us an abstraction layer or a single interface through which we can connect or query different databases. این یک چیز فایدهش است و دوم فایدهش است که یک کمی سیکیور است و کودش که است به اصطلاح سپریتد، ما آبجکت اورینتدلی ما را هندل کرده میتونیم. دیگه همو گپی هست، کدام چیزی نوی نداره. یعنی پیدیو ما به خاطر چی استفاده میکنیم؟ یگانه و فایده که زیاد سرش تاکید میشه اوی است که it provides us a single way or a single interface of doing things or querying databases. شما میفهمید ما مختلف دیتابیز ها داریم، مختلف دی بی میسا این آر دی بی میسا داریم، یعنی که امکان داره یک نفر اپلیکیشن خود یا وبسایت خود با دیتابیز مای اس کیو ال وصل بکنه، امکان داره یک نفر با استفاده از اس کیو لایت دیتابیز جور بکنه، امکان داره یک نفر پست گری اس کیو ال دیتابیز استفاده بکنه، یک نفر اوریکل استفاده میکنه، یک نفر اس کیو ال سرور استفاده میکنه، یک نفر ای بی ام استفاده میکنه، یک نفر مختلف نوع آر دی بی میسا و دی بی میسا ما داریم. ولی وقتی که شما یک پی اچ پی اپلیکیشن یا یک وبسایت و پیجی که دو سکریپت پی اچ پی باشه به او دیتابیز وصل میکنین، او دیتابیز کوئری میکنین، معمولا برای هر یک دیتابیز کانکشن، برای هر نوع دیتابیز کانکشن و برای هر نوع دیتابیز کوئری کردن طریقه و سینتکس و سیت فانکشن های مشخصی وجود داره. یعنی شما معمولا در کورس پیشتان یعنی پروگرامینگ 1 پی اچ پی را با مای اس کیو ال دیتابیز کانکت کردین، از فانکشن های کیو جو استفاده کردین برای کانکشن، فار اگزامپل مای اس کیو ال اندرسکور کانکت یا مای اس کیو ال اندرسکور کانکت، به خاطر کوئری کردن مای اس کیو ال اندرسکور کوئری یا مای اس کیو ال اندرسکور فچ اندرسکور ری مودایی که داشت و همو طریقه کاری که داشت یک فقط محدود برای مای اس کیو ال دیتابیس است. اگر فرضاً احیانا کس یکی تون اس کیو ال استفاده کرده باشین، شما حتما میبینین که وقتی که همو پی اچ پی فایل یا همو پی اچ پی اپلیکیشن تون با اس کیو ال دیتابیس کانکت میکنین، از دیگه سیت اف فانکشن های پی اچ پی استفاده میکنین، طریقه کار جداگانه داره، فانکشن های جداگانه داره، پارامترش فرق میکنه، کوئریش فرق میکنه. با می ترتیب اگر با یک دیتابیز سیوم کس علاقه داره که اپلیکیشن خود وصل بکنه یا بو را کوئری بکنه، فرضاً یک نفر میگه که ما پست گریس کیو ال استفاده میکنم، نی مای اس کیو ال استفاده میکنم، نی اس کیو ال، باز به خاطر پست گریس کیو ال استفاده کردن مجبور است که روش و طریقه کار و فانکشن های پی اچ پی که به خاطر کانکت کردن و یا کوئری کردن پست گریس کیو ال دیتابیز استفاده میشه او را یاد بگیره. و فرضاً اگر ما یک اپلیکیشن داریم که یک وقت ضرورت ما بود که او اپلیکیشن یا او وب پیج یا وبسایت ما، وب اپلیکیشن ما با مای اس کیو ال دیتابیس وصل شوه،
و از او استفاده بکنه. بعد از یک مدت زمانی ما مجبور میشیم که دیتابیز خودش چینج بکنیم. فرضاً تا حالا میگیم که از MySQL استفاده میکردیم، حالا از PostgreSQL استفاده میکنیم. باز دی وقت چی صورت میگیره؟ البته ما مجبور میشیم که پس بریم در کود و کل چیزایی که مربوط دیتابیز ما میشن او را تغییر بدیم. به خاطر که قسمی که پیشتر گفتم برای MySQL دیتابیز اگر یک سیت آف فانکشن ها یک کویری میتد استفاده میشه، با پوستگرس SQL دیتابیز دیگه استفاده میشن، فرق میکنه. اگر بخوایم که از این جنجال خود خلاص کنیم و ما یک واحد طریقه کاری دیتابیز کانکشن و دیتابیز کویری و با متدا و فانکشن های را استفاده بکنیم که با کل دیتابیز های قابل استفاده باشند، او فرقی نداشته باشه که پشت سر ما کدام دیتابیز داریم، طریقه کاری که ما در پیش بی فالو میکنیم، سنتک یک سکریپتی که نوشته میکنیم و همو سنگل سنتکس و سنگل سکریپت باشه، منتها دیتابیز پشت سرش تغییر بکنه. به خاطر از این مازی پیدیو اکستنشنی پیش بی استفاده میکنیم. یه هم به اسطلاح مشخصا تو ده پوینت تا که همو کنفیوژن تان حل شوه. یک فایدهشی است که پیدیو اکستنشنی پیش بی چی میکنه؟ It provides us a single mean, a single interface, a single way, a single method, or we can say a single abstraction form of database connection, database querying, and database related operations. هر کاری که ما با دیتابیز میکنیم ای که با کل دیتابیز ها ما مو یک طریقه رو فالو بکنیم، فرق نکنه که بیشترش کدام دیتابیز است، از این خاطر ما از پیریو استفاده میکنیم. درست است؟ دوم فایده که داره ای که پیریو پیورلی ابجکت اورینتد است. مطلب ما میتونیم که پیریو خودش کلاس های پیریو جور شدن در پی اچ پی، قسمی که من یک پیریو ابجکت انستنشیت میکردم یا به اصطلاح بعدن توسط او پیریو کلاس مختلف پیریو متدا را می اکسس میکردم. ایت وات داز ایت مین؟ ایت مینز که پیریو خودش یک کلاس است که الریدی در لایبرری پی اچ پی دیفاین شده است. بعد از پی اچ پی ورژن پی اچ پی ورژن 5 اینتروڈیوس شده است، به خاطر اینکه بعد از اینکه پی اچ پی ابجکت اورینتد شد، بعد از او پیریو اکستنشن پی اچ پی هم برآمد و فواید ابجکت اورینتد پی اچ پی را شما الریدی میفهمید. برزی خاطرم مردم معمولا از پیریو استفاده میکنند. سومی که ای سیکیورتر است، ما طریقه کاری داریم که امروز میخوانیم دیجا به اصطلاح پریپیرد استیتمنت ها را استفاده میکنیم که SQL انجکشن را پروینت میکنه و دیگه اتک ها را پروینت میکنه که کویری ما را به شکل سیکیور رن میکنه و به شکل سیکیور دیتابیز ما کانکت میکنیم. این فوایدی هستند که ما از پیدیو اکستنشن پی اچ پی استفاده میکنیم. یعنی اون طریقه کار شما پیش که شما استفاده میکن پروسیجرال پی اچ پی یا مای ابجکت اورینتد پی اچ پی کی بود که امو مشخص دیتابیس اسپسیفیک کد نوشته میکردیم، این یک کمی متفاوت تر بایی است که قسمی که پیشتر گفتم که ما یک طریقه کوئری کردن و کنی کردن در مختلف دیتابیس ها داریم. It is a single way of doing things. درست است؟ خب امید است که انشالله مو کنفیوژن واضح شده باشه. آره، ما یک پس از سر کانکشن میگیرم و به یک طریقه نو قسمی که پیشتر گفتم دیتابیز را کویری میکنیم. کویری ها را به چند طریقه رن کرده میتونیم، خوب و خرابش کدام، مطلب سیکیور هم سیکیورش کدام است، کدام فیچ مودا داریم، در باره زیگت میزنیم. فرضاً ما از سر کل کارا را امروز میکنم تا که همون کنفیوژنی که داریم از بین بره. فرست آف آل میخواییم که یک دیتابیز کانکشن با استفاده از پیدیو داشته باشم. دیتابیزی که ما داشتیم، اینجا ما یک دیتابیز داریم به نام آنلاین کلاس STDs و در داخلش یک تیبل داریم به نام Student Registration. در کلاس پیشی را جور کرده بودیم. می خواهیم که به این دیتابیز یک کانکشن را داشته باشم و کانکشن از طریق PDU Extension PHP من جور کنم. خب اول گپی که قسمی که پیشتر گفته بودم، شما باید PDU Extension Enable بکنین در PHP آینه فایلتان. در ویدیو پیشتر طریقه شب براتون گفتیم با هر دیتابیزی که شما میخواین پیدیو را استفاده کنین، او اکستنشنش را باید شما انیبل بکنین. از کجا میشه؟ شو وقتی که شما بیاین در ویمپ یا زیم سرورتان، ایجا در بخش پی اچ پی اگر میاین، اگر زیم باشه در مو فولدر شما برین در سی درایف، اگر ویمپ بود باید طریقه شما آمده میتونین پی اچ پی آینه فایل شما پیدا بکنین. در پی اچ پی آینه فایل شما از ایجا سرچ بکنین پی دی او. اینجا شما را به مختلف اکستنشن های پی دی او میاره.
عالی جابی بینن ماز اکستنشن پی ریو پی ایچ پی کے استفاده بهر ڈیٹابیس کی شما استفاده میکنین نو ربات انیبل بکنین عالی می خوام کی پی ایچ پی را با مای اس کیو ال ڈیٹابیس کنیک کنم پی ایچ پی را با مای اس کیو ال ڈیٹابیس کنیک بکنم با استفاده از پی ریو اکستنشن شما باید انیبل بکنم اگه ای جا سیمی کالن بود یعنی کی انیبل نیست اگه ای سیمی کالن نبود انیبل است اگر شما یکیش انیبل میکنین فقط ای سیمی کالن از رویش بس کنین با می ترتیب قسمی که گفتم اگر فرضاً میخواین پی دی او را با پست گریس کیول استفاده بکنین ایران کامنت کنین بعد از این شما میتونین که کانکشن با دیتابیس پست گریس کیول داشته باشین اگر میخواین با اس کیو الٹ استفاده بکنین ایران کامنت بکنین با می ترتیب هر یک دیتابیس که با پی دی او استفاده میشه ایج اکستنشن وجود داره ما باید اول ایرا انیبل بکنیم بعد از اون کانکشن خود ادامه بدیم ایرا که شما انیبل کردین ای فایل تان سیف کنین که آلی من نمی کنم و ویمپ تان پس از سر شروع کنین بعضی از ایرا که برای ما آمده شاید از امی خاطرم باشن که شما پی دیو اکستنشن با مای اسکیول انیبل نکدین و شما رفتین کنکشن جور کردین با دیتابیز مای اسکیول و او استابلش نشده به خاطر که اکستنشن دیسیبل بوده یکی خب حالی که ما این کار را داریم میخواییم به این دیتابیز یک کنکشن را داشته باشیم و قسمی که پیشتر در کلاس پیش ما کرده بودیم که در خود پیج پی اچ پی یا در خود پیج که جایی که اچ تی ام ال کد ما است اوجا کنکشن کرده بودیم دتس پروبابلی نات ا گود وی ما در آبجکت اورینتد هم گفته بودیم که ما کل کد در یک فایل نمیمانیم ما باید کد را سپریت کنیم فور د سپریشن اف کنسرنز پرپس به خاطر می امروز ما کد کانکشن در یک کلاس جداگانه در یک فایل جداگانه میمانم تا که هر جای کانکشن ما نیاز داره ما بار بار کانکشن استابلش نکنم یک سنگل جای ما کانکشن خود در داخل کلاس بانم و هر جایی که اکسس میکنم از اون کلاس استفاده بکنم این کارا چطور میکنیم ما میایم اینجا در سابلایم تکس و یک نو فایل اینجا جور میکنم و این فایل ما سیو میکنم در پروژه تان پروژکت که ما ساختیم در ویم سرور در www با نام آنلاین لیکچرز ایجی ای پروژکت ماست خب کاری که ما دیروز کرده بودیم در داخل فولدر پی دی او یک اندکس پیج ساخته بودیم همیجا کنکشن ما هم بود همیجا کویری هم کرده بودیم و پس ریزلتش هم همیجا نشان داده بودیم امروز میخوایم که کنکشن در یک فایل جدا در داخل یک کلاس بگیریم با همین خاطر ما اینجا یک فایل جور میکنم با نام پی دی او کان .php یک نورمال php فایل است شما هر نام برش داده میتونین منتها اکستنشنش باید .php باشه it doesn't matter whatever the name is میرا سیو میکنم و اینجا داخل فایل آمده کد کانکشن خود نوشته میکنیم php بلاک جور میکنم و در داخلش میخوایم که یک کلاس در فایل داشته باشم کلاسی باشه که کانکشن آمده و جور بکنم شما میفهمین یک کلاس را در پیش پیش جور میکنین کلاس کیورد را نوشته میکنین and then نام بازی کلاس یک نام میدین for example اگر ما همین نام بری بتون پیدیو کان and then body of the class این شد یک کلاسی ما آره در داخل ازی میخوایم که کانکشن داشته باشم خب بخاطر ازی که ما با یک دیتابیز MySQL کانکشن داشته باشیم اما پرامیترهایی که نیاز است او را شما لوری میفهمین اولا ما باید نام سرور یا نام هوست را بفهمیم که در حال حاضر چیزی که ما داریم لوکال هوست است با ویمپ یا زمپی که شما انستال کردین بای دیفالت هوستتان لوکال هوست می باشه یا سرور با دوم چیزی که ما نیاز داریم یوزر می باشه که یوزر ما یه روت است سوم چیزی که ما نیاز داریم پاسورد می باشه این هم یک ویریبل مندازیم پاسورد و در حالتی که ما هستیم خالی است و از چهارم چیزی که ما نیاز داریم در او هوست یا در او سرور ای یوزر کدام دیتابیزی که ساخته در سکیما یوزر دیتابیزی که وجود داره نام دیتابیز ای بی از ایکوال تو هر چیز نام دیتابیزی ما بود دیتابیزی که ما ساختیم با نامی student registrations یا پیست میکنیم بایشت خب چون یال به شکل پراپرتی های ایزی کلاس ما گرفتم و میخوایم که دیز آر دا کریدنشلز ما یارا چی میکنم پرایویت میکنم تا که تنها دا داخل ایزی کلاس یا اکسسیبل باشن و بیرون از کلاس یا اکسس شده نتانه پرایویت این پرایویت
پیش کرد. حالی میخوایم که کانکشن خود استبلش کنم. حالی چون در داخل یک کلاس هستیم، یک نارمل پی اچ پی فایل نیست قسمی که دیروز کرده بودیم که دایرکتلی ما کانکشن استبلش کنیم. We can do it but not a good way. حالی مطلب منظوری میست که شما به چند طریقه میتونین نظر به تایپ به کودینگ کانسپت خودتون کانکشن استبلش بکنین. منظوری ما است که میتونین در داخل کنستراکتر ایزی کلاس کانکشن استبلش بکنین، میتونین به شکل یک پراپرتی کانکشن استبلش بکنین و ریترن کنین، میتونین در داخل یک فانکشنی را استبلش کنین، هر رقم که شما بخواید. خب من میگم که یک فانکشن رو داشته باشم، وقتی که ما او فانکشنی کلاس رو کال بکنم کانکشن برای ما استبلش کنه. از این خاطر کد کانکشن در داخل یک فانکشن میگیرم. فانکشن رو میخوایم که پابلیک جور کنم، پابلیک اند دن فانکشن و بعد از اون نام فانکشن، فرضاً ما برش میگم که make con. این نام فانکشن است که می کانکشن بر ما جور میگم body فانکشن. در داخل از این خب آره میگم که کانکشن خود استبلش بکنیم. وقتی که ما کانکشن یا یک انستنس پی دی او را جور میکنیم، کانکشن با استفاده از پی دی او با MySQL دیتابیس یا با هر دیتابیس جور میکنیم، ما اصلا یک انستنس کلاس پی دی او را جور میکنیم، یعنی یک پی دی او کلاس انستنشیت میکنیم و او پی دی او کلاس که انستنشیت میشه بجز از ای که از ما لوکل هوست سرور و یوزر و پاسورد و دیتابیس میخواه، ما باید یک DSN مشخص داشته باشیم، دیتا سورس نیم قسمی که در کلاس پیشتر ما گپ زده بودیم، و امی یگانه چیزی است که از دیتابیس به دیتابیس فرق میکنه. بعد از این کل کد پی دی او که است او throughout سیم است، باز فرق نمیکنه که هر دیتابیس باشه. یعنی وقتی که ما کانکشن استبلش میکنیم با پی دی او، چیزی که نیاز داریم او چی است؟ First of all we have to set the DSN. DSN. DSN چی است؟ Data Source Name. درست است؟ DSN چطور ما جور میکنیم؟ We can do it مطلب به شکل یک string می باشه. قسمی که ما ای local host، نام host، نام user، password یا نام database به شکل string ذخیره میکنیم یا به شکل string میگیریم. همه قسم DSN هم به شکل string می باشه که از خود یک format خاص داره و قسمی گفتم از database به database فرق میکنه. اگر ما بخواییم که DSN خودا بخواد برای کنک کردن دیتابیز MySQL استفاده کنیم، از فرمتی که استفاده میکنیم این رقم است که ما نوشته میکنیم که MySQL و بعدا هم host colon host و بعدا علامت نمبر مساوی و هر چیزی که نام host ما بود. خب اینجا ما یک برای ما یک سوال را یک ماسیل روان کرده بود که ای سنگل کالن چی مانا؟ ای فقط فرمت DSN است و قسمی گفتم از دیتابیز با دیتابیز فرمت فرق میکنه. اگر ما به خاطر کانکشن ما میخوایم که اپلیکیشن خود یا از طریق کد با MySQL دیتابیز کانکشن شویم، از این فرمت استفاده میکنیم. با دیگر دیتابیس، فرضاً دیتابیس اسکیولیت باشه، دیتابیس اوریکل باشه، پوزگری اسکیول باشه، این فرمت DSN شاید فرق بکنه. یعنی فقط یک سترنگ پترن است که ما باید این پترن را تعقیب بکنیم. این پترن برای ما چی میگه؟ که اگر با ما اسکیول دیتابیس میخواین کانکشن استبلش کنین، DSN تان باید به شکل باشه که اول ما اسکیول، بعدن کالن، بعدن هوست و اینجا هر چیزی، هر هوستی که شما استفاده میکنید، نام هوستی که تان هر چیزی که بود که در این حالت چی است از ما؟ لوکال هوست است. یعنی من اینجا نوشته کردم میتونم که لوکال هوست دایرکتلی، بعدن سیمی کالن و بعدن ما دیتابیز هم همیجا در DSN مشخص میکنیم که ما نوشته میکنیم DB نیم مساوی میشه هر چیزی که نام دیتابیز ما بود که در این حالت نام دیتابیز ما چی است؟ Student Registration است. This is called the DSN. Data Source Name. یعنی اینجا ما دو چیز مشخص میکنیم. یک هوست خود مشخص میکنیم و دوم دیتابیز خود مشخص میکنیم. و دیگه این پترن، این سترنگ ما فالو میکنیم. هر رقم که پترن گفته شده میرا ما فالو میکنیم.
درست است. آره این دی اس ان که ما ساختم در یک وریبل ذخیره میکنم به نام دی اس ان، مساوی میشه به دتس ایت، این ریکوایرمنت ماست. درست است. وقتی که دی اس ان ساختیم حالا چی کار میتونیم؟ ناو وی کن انستنشیت ا پی دی او انستنس. درست است. ما یک انستنس پی دی او را ساخته میتونیم. یعنی چی؟ انستنس پی دی او خودش کانکشن برای ما استابلیش میکنه. یعنی که چطور ما یک انستنس یا کلاس هم ساختیم در ابجکت اورینتد آن است که ما یک ویریبل هم ساختیم به اصطلاح یک ابجکت در از فار اگزامپل ما گویم پیریو از ایکوال تو نیو، این نام ابجکت ما شد. بعدا نام کلاس را ذکر میکردیم که کلاسی که به خاطر پیریو کانکشن استفاده میشه خود نام چی داره؟ پی دی او به شکل ای کلاس پیریو برای ما یک انستنس پیریو را جور میکنه و او انستنس پیریو خودش چی میباشه؟ کانکشن میباشه. کانکشن با چی؟ با همی کریدنشلی که گرفتیم. درست است؟ فرضاً ای پیریو کلاس که است در کانستراکتور خود از ما سه تا ویلیو را میگیره، سه پرامیتر میگیره. پرامیتر اولش دی اس ان میباشه. ما اینجا دی اس ان که جور کردیم دالر آف دی اس ان ای را پاس میکنم. بعدن یوزر را که داریم اینجا ما دیفاین کردیم دالر آف یوزر ای را پاس میکنم و بعدن پاسورد را که برای همون یوزر ما داره او را پاس میکنیم دالر آف پاسورد. That's it. همه قدر اگه ما نوشته کنیم چی میشه؟ همه قدر اگه ما نوشته میکنیم This will create an instance of the PDU class و او را ما در اینجا ذخیره کردیم و ای خودش با چی داشته می باشه؟ کانکشن، به خاطر که بریزی ما کلی چیزها را پاس کردیم در ایدیسین برش هوست و دیتابیز را مشخص کردیم و بعدا یوزرنیم و پاسورد را مشخص کردیم، ای کانکشن برای ما استابلیش می کنه. خب فایده از این چی است که اینقدر کار رو ما میکنیم؟ فایده چی است که بعد از این که ما این کانکشن استابلیش کردیم هر کاری که میکنیم او استاندارد می باشه، با هر دیتابیزی او طریقه کار و کویری متد ما سیم می باشه. ما مجبور باز نمی باشیم که اگر دیتابیز خود تغییر میدیم این طریقه کار و این روش و یا این کد خود تغییر بدیم. That is what we say a single way of doing things. درست است. فقط چیز فرق میکنه ای دی اس ان. شما سرچ بکنین در نوت تان هم است. اگر فرضاً بخواین که با اسکیول دیتابیس کانکشن داشته باشین تا نه دیسن تا تغییر میدین، اگر بخواین که با دیگر دیتابیس کانکشن داشته باشین تا نه دیسن و فرمت دیسن فرق میکنه، دیگه کل چیزا سیم میباشن. درست است. خب تا اینجا ما میتونیم بگیم که we have connect created our connection and now we can return the connection, but some of you might have notice some mistakes. بعضی از اشتباهات ما اینجا داریم، اگر کس او را گرفته باشه it means that you have learned the object oriented PHP very well. او چی است؟ First of all، آیا ما میتونیم که یک property class در داخل class با همی شکل استفاده بکنیم directly؟ Of course not. اگر ما object از این را جور میکنیم run میکنیم you'll definitely see an error. درست است. و دومی که ما وقتی که اینجا لوکال هوست دیفاین کردیم باز او یه چیز ضرورت بود که با شکل پراپرتی بگیرم او را پرایویت بگیرم. درست است. It means that I do not need to do this. ما او یک پراپرتی دارم جایی که با شکل string همی ویلی او ذخیره کردیم، باز نیاز برزی نیست که ما اینجا به شکل بکنم. ما میتونم که اینجا concatenation نبکنم، یعنی که این ویلی او اینجا پاس کنم و ای سترینگ ای جمع کنکتینیت کنم به شکل که دالر آف سرور و از بجای نام دیتابیز این جمع نام دیتابیز هم کنکتینیت کنم دالر آف دی بی. درست است؟ یک دوم قسم گفتم آیا ما میتونیم که در داخل یک متد کلاس دایرکتلی یک پراپرتی کلاس اکسس بکنیم به می شکل؟ نو اف کورس نات. چرا؟ اگر ما می قسم میمانم شما ببینین ما اینجا در همی فایل بعد از اینکه کلاس جور میشه بیرون از کلاس یک آبجکت از کلاس جور میکنم و این فایل ران میکنم که آیا کانکشن ما استابلیش شده است یا نشده است. به این شکل که من نوشته بکنم که پیریو کان نام کلاس ما است همیالی که جور کردیم، فرضاً ما یک آبجکت جور میکنم دالر آف کانکشن از ایکوال تو پیریو در از نیو پیریو کان.
بامی شکل کانیکشن اجور میکن ابجیکٹ اجور میکن اول ابجیکٹ کلاس کے جور شو توسو تی ابجیکٹ اش میتانم کی میتھڈ میک کون کال بکنم ڈالر اف کون not like this dollar of con and then method ma mac con even you must save me kono wa me file ma load me kono agar ma bhi ayum in java project khuda load kone online lecture pdu and then the dakhilish file ke giraftim banami pdu.con.php pdu.con.php run you will see a bunch of errors ایکوال ایرر را شما ایجا دیده میتونید خب فرست آف آل ببینین ایرر برای ما چی میگه undefined variable db undefined variable server undefined variable user password in all that خب وقتی که یا undefined هستن باز البته که پیدیوم برای ما چی میگه که that user that you have provided doesn't have access درست است آلی چی باید کنیم یعنی که ما نمیتونیم که یک این پراپرتی کلاس ها دایرکتلی به شکل در داخل کلاس کنیم ما چی گفته بودیم که ما از رفرنس اپراتور پی اچ پی استفاده میکنیم در از که ما باید با می کلاس اول رفرنس بتون دلار اف دس اند دن آی کان پوینت دی پراپرتی ود اوت دی دلار ساین با می شکل با دیتا بیس دلار اف دس اند دن دی پراپرتی ود اوت دی دلار ساین اینجا با می ترتیب یم یک پراپرتی است و با می شکل اینجا هم this and then property خب با ڈیسن نکردم چرا بخاطر کی پراپرٹی کلاس نیست ای ویریبل است در داخل همی فنگ میتھڈ میک کان مای ویریبل گرفتیم ڈیسن اگر بیرون از می گرفتم در کلاس بازی یک پراپرٹی حساب می شد اولی پراپرٹی کلاس نیست و یک ویریبل ڈائریکٹلی ما به شکل ویریبل اکسس می کنیم دیٹس ایت اول ببینید ما سیو می کنم و ایرا ریفرش می کنم Now what do we have? Problem ki madarim unknown database student registration. Bakhatar ki ino me database ma nis. E database jo wujud na dara. No me database ma chi as online class STDs as. Ma no me table girfta budim. E jaz ba jo ezi no me database ba pani. Save and now refresh. Bibinin connection ma establish. ما چرا از یک قسم طریقه آمدم ایرر را خود ما کریت کردم و بعدن برتا نشان دادم بخاطر که اکثر ماسلین عکس ایرر را برای ما روان میکنن که این قسم شد این قسم شد شما ببینید از همین ویدیو که کدام ایرر از دست کدام اشتباه می آید درست است ما چند تا ایرر را براتون گفتم خب that's it we have created our کانکشن یک کلاس ساختیم و داخل کلاس یک میتد ساختیم این میتد برای ما کانکشن از طریق پی دی یو اکستنشن پی اچ پی استابلیش میکنه وقتی کانکشن استابلیش میکنیم اول باید ڈی سی سیٹ کنیم بعدن یک انسٹنش آبجیکٹ کلاس پی دی یو را انسٹنشیٹ میکنیم همو پیرامیتر را برش پاس میکنیم و بعدن این میتد وقتی کس کال میکنه چی را برش ریٹرن میکنه کانکشن که جور کردیم اورا ما ریٹرن میکنیم دس کود بی انی نیم پی دیو کانکشن انی تھنگ فرضاً من نوشتم همه قسم درست است بخاطر اینکه نام کلاس ما پی دیو کانکشن است خب آره نیاز برای این نیست که ما ایجا ابجکتی از این کلاس ها جور بکنم و می مک این را فقط برای تستینگ کردم وی ویل دو ایت ان ادر فایلز در دیگه فایل ها باز ما ابجکتی از این را جور میکنیم وان مور تھنگ اگر می خواین که یک کمی محتاط باشین ایرر هندلنگ اکسپشن هندلنگ بکنین باز در داخل از این جایی که شما ایر انستنشیت میکنین یو کن تیک ایت انساید ا ٹرائی کیچ بلاک در یک ٹرائی کیچ بلاک شما ایر گرفتہ میتونین به شکلی که فرضاً ما بگویم ٹرائی بلاک ساختم و اینجا ٹرائی بلاک بسته میکنم ایکوال کد ما کی است در داخل ٹرائی بلاک است مطلب امکان داره دیج اکسپشن باشه ایر سنتکس مستیک باشه ای ویلیو های آف نشن سپل مستیک باشه هر چی مستیک کی بود دین وات ایور دا اکسپشن از ما کچ میکنیم خب ایرا به شکل یک جنرال اکسپشن هم کچ کرده میتونیم لایک دس دلار اف ای ایکس و ایجا ما گفته میتونم که هر اکسپشنی که بود برای ما ایکو کنه اول بگه برای ما که دیرابیز کانکشن ایرر و بایی کانکتینیت کنن چیزی که در ایکس هست I want to see its message به این شکل خب
آره اگر بخواین که مشخصاً اکسپشن های پی دیو را کیج کنین، باز ایج از بجای جنرال اکسپشن کلاس شما چی را نوشته کرده میتونین؟ پی دیو اکسپشن را نوشته کرده میتونین به این شکلی که فرضاً شما نوشته بکنین که پی دیو اکسپشن. آره اگر ما باز همون کار بکنم تا که ببینیم میرا درست نوشته کردیم یعنی یک آبجکتی از همی کلاس را جور میکنم فرزن پیریو کان is equal to new پیریو کان and then توسطی آبجکت پیریو کان میتر کال میکنیم مک کان سیف and ریلود ایرر نیست. اگر ما کدام ایرر را آن پاپس کریت میکنم فردا نام ایرر را بیدش که با میگیرم و ایرر را میکنم. What do we have? Uncaught exception, PDO exception with message, unknown database. بای شکل. خب مسیجی که ما داده بودیم اون آمد. That is database connection error. Okay, we have a mistake here. ای بچی شکلی است که get message. بای شکلی است. Save and then refresh. Unknown database. اوکی یک کار دیگه هم ما اینجا کرده میتونیم که ما ایرر مودی ای پی دیو اینستنس خود سیت کنیم. ایرر مودی شد چی بری چی سیت کنیم؟ بر اکسپشن سیت بکنیم. How can we do that؟ او را چی طور میکنیم؟ ما میتونیم که ایجا وقتی که ای آبجکت ای پی دیو ما جور میشه که ایجا ما جور کردیم به این شکل مختلف اتریبیوت های ازی را سیت کنیم، مختلف پراپرتی ازی را سیت کنیم. چند تایش بازن هم به درد ما میخوره مگم اگر فرزن بری اکسپشن میخوایم که مشکلاتی که یا ایرورایی که اکسپشن هایی که دهی کنکشن و دهی جمعی آین باید به شکل اکسپشن بیاین و ما میخوایم که ایره سیت بکنیم مودش ها بر اکسپشن. باز ما چی کده میتونیم که ما همی انستنس ها بگویم دولار آف پیدیو and then یک متر ده کلاس ای پیدیو وجود داره ایره ما چی میکنیم مثلا میتدش را کال میکنیم قسمی که ما با یک آبجکت یک میتد را کال میکنیم قسمی که ببینید ما خود ما یک کلاس را ساختیم آبجکتش را ساختیم یک میتدش را کال میکنیم همین جمع همین قسم است با نام set attribute ما یک میتد داریم سپلش را باید دقیق نوشته بکنیم set attribute این set attribute میتد دو چیز از ما میگیره دو پرامیتر دارن اول چی را میخوایم set کنیم کدام attribute دوم پرامیتر با کدام ویلیو میخوایم سیت کنیم فرزن آلی ما میخوایم که ایرر مودش را سیت بکنم باز ما یک ستاتک ویلیو کلاس پیدیو را استفاده کرده میگم که بگویم پیدیو then a static value attr مطلب یک اتریبیوت است با نامی چی ایرر مود ای را میخوایم که سیت کنم درست است؟ این بخش اول ما شد کدام پراپرت کدام اتریبیوت را میخوایم سیت کنیم attribute error mode می خواهیم سیت کنیم وی already defined است در کجا در PDU class با شکل یک static value این syntax static value of currently PHP است با چی می خواهیم سیت بکنیم در دوم بخشش ایجا ما گفته می تانیم که می خواهیم error mode با exception سیت بکنیم برای زیم ما دامی کلاس تیار value static داریم ما نوشته می کنیم PDU and then ای باید که سنسیتیو هم از درست باید باشه ای آر آر مود یعنی که ایرر مود then underscore exception that's it یعنی ما چی کردیم ما ایرر مود ای انستنس پیدیوی خودا سیت کردیم بچی با exception it means whatever the error comes it should be handled like an exception وی را ما در یک try catch block گرفتیم کدام PDU exception را مایجا گرفتیم و هر exception که میای مایجا را display میکنیم درست است؟ save میکنیم و میای میرا refresh میکنیم we see this error به اصطلاح که این خودش PDU exception است که برای ما نشان میده most probably اگر ما نکنیم در بعض وقتا ای error handling off می باشه exception handling off می باشه we are not able to see any of these آره ما چی کده میتونیم فرضاً اگه ایره پس جور میکنیم سیف میکنیم و ایره ریفرش میکنیم we see no errors it means the connection is successful
درست است. خب زیاد وقت بالای کنکشن با خاطر ازی گرفتم تا که مو کنفیوژن که داشتین و حل شوه. بعضی از این کارا ان نسیسری هستند، فرضاً این میتونین سیت کنین یا اتریبیوتارا، بات اف یو دونت وانت یو کن اسکیپ ایت، نیاز نیست که قدر دور و دراز نوشته کنین. خب این را دی استپ ما چی کردیم، سیت دا ایرر مود تو اکسپشن، فقط این کار کردیم. If you want you can skip it، بدون از این کار ما میشه. اصلا کار ما چی است، اینی instance instantiation پی دیو کلاس که کانکشن اینی لاین برای ما استبلش میکنه. و دیگه کاری که کردیم به خاطر سپورت کردن ایزی لاین، فرضاً دی سی نه این لاین کار داره، ما دی سی نه ساختیم و دیگه ویلیو هایی که کار داره به شکل پراپرتی گرفتیم و باقیشان شما میفهمین که اکسپشن هندلینگ یادی است. That's it. خب ما این کانکشن کلاس ایس جور کردیم. آلی میخوایم که این دیتا داری دیتا بیز این تیبلی که دارم از این دیتا را بگیرم و در یک پیج دیسپلی کنم با استفاده از همی کنکشن کلاسی که جور کردیم و اون کار را به چند طریقه مقدم میتونیم در باری از اوگم میزنیم. سو فرست آف آل ما میایم و یک پیج نو ایجا میسازم، کنترول N و ایرم سیف میکنم در همو فولدر جایی که کنکشن ماست، فرزنی را به نام Students records.php با این نام سیو میکنم و اینجا آمده یک بیسیک پیج جور میکنیم و پیج جور میکنیم تا که اونجا ما ایده بتانیم. ما بیسیک کوری HTML ایجا نوشته میکنم و در تایتلش نوشته میکنم فرزن working with PDO. اینجا در باڈی آمده چون میخوایم که در اینجا کل ریکارد های شاگرد ها که هستن در این تیبل یا رو ما فچ بکنم و یا نشان بتم با چند طریقه. For that I'll create a table and inside the table I'll display them. خب فرضاً اولا ما یک تایتلی جمعیتم بگم که کمی خوبتر و واضح تر برای ما معلوم شوه. I'll create a div tag and inside here I'll write fetching data using. خب یه نوشته میکنیم که PDO extension of PHP for database queries. فقط اکنون عنوان برش دادم و میخوایم که اینجا یک ستایل هم برش ما کریت کنم. So I'll just create a style tag and inside here میگم که کلاس ها بگیرم. For example header I'll make it my header and فرزن بگذی من یک کوئی مشخص میتونم that is 100% و height I'm about 50 pixels some background color let me say green foreground color white as in font size around 25 points y class amada benefit if tag apply mekanum class my header. Let me load this students registration page ama load mekanim inja students records.php. okay and align it to center, save and refresh by shekel. And then you can be padding to the top of me them around 5 pixels و ایراغا 20 بکنیم شاید خوبتر باشه بای شکل. اوکی آره میگم که یک تیبل باشه و دو تیبل ما ریکارد را از این تیبل دیتا بیس فیچ کرده بطانم با استفاده از همون کلاسی که جور کرده. ای فقط پیور HTML است تالی، یک کمی دیگه هم ما می فرمیت HTML جور میکنم تا که با کوری پیرو کنفیوزیشن نکنم. فردا یک تیبل جور میکنم از اول و برای زی
वेट टर्म में तुम अराउंड 80% एंड बॉर्डर सा मरेश में थीम याक वही जो मदा याक तो रोर जो मैं कनम वो द इंजो याक तो सेल वो बादाना याक तो रोई दिगी बखातर हेडर्स गिरफ्तन दर داخلش چند تا دی ایچ تی کار جور میکنم بخاطر هر یک کالم یک یک سل جور میکنم فور اگزامپل استودنت آی دی جنریش نمی کنم آی دی و دانم یک دی ایچ بخاطر استودنت نیم اند دن دی ایچ برای فادر نیم F name and then another TH but a phone number Bozomiak TH but a H Wahirishan Bari gender as gender. اوکی اینجا ما چند تا کالم داریم یک دو سه چهار پنج شش اینجا دی سل کول سپن باندازی شش میکنیم و اینجا نوشته میکنیم که فیچنگ ریکاردز رو پیدیو و از طریقی که ما استفاده میکنیم او را ما کوئری میتفر میگیم درست هایی که دیگه کدام طریقه داریم پسانتر میبینیم این طریقه را ما در کلاس پیش هم استفاده کرده بودیم توسط پیریو با استفاده ما دو طریقه داریم که ما کویری با استفاده از پیریو کنکشن ران کرده میتونیم یک طریقش چی است؟ کویری میتر است این را ما سیف میکنم و از اینجا آمده این را لود میکنیم you'll see something like this این را align to center میکنیم و اینجا آمده برای دیگه ما مکلاس ما هیده را میفرم سیف این ریفرش بای شکل ناو ای فقط HTML دیزاین بود قسمی که ما پیشتر برتان گفتم ایت سال اپ تیو که شما با چه شکل چه رقم فرمیت را فالو میکنین بعد از این کاری پیریو و کویری ما شروع میشه حالا میخوایم اینجا یک روی باشه که او ریپیت شوه به هر اندازه ریکارد هایی که ما اینجا دارم درست است یعنی بعد از زیرو دهی تیبل یک روی دیگه را میسازیم و دهی رو با مو تعداد سلا را میسازیم و میخواییم که ریپیت شود درست است اولا کویری خود که نوشته میکنیم و کویری رن میکنیم بعد از این میکنیم پیش از این فقط فرمت بود یا فقط به خاطر فرمت این روی است که میخواییم بعد از این رو که میایم که از دیتابیس بیایم برای از این من اینجا یک بلاک پیچ پی را جور میکنم like this خب حالا میخوایم که یک کویری را نوشته کنم و او را رن بکنم تا که دیتا را گت کنم از دیتابیس فرضاً من کویری را نوشته میکنم در یک وریبل SQL query is equal to یک وریبل از جمعی کنم that is select static from نام تیبلی که میخوایم از دیتا بگیریم چی است student registration است from student registration table کل دیتا را میخوایم بگیرم و همین بیسیک کویر را میخوایم رن کنم کویر را نوشته کنم بخاطر از اینکه کویر را من رن کنم what do I need a PDU instance و او PDU instance ما از یک PDU class را باید جور بکنیم که connection ما را establish میکنم which we have done here اینجا ما پیشتر همی کار کردیم و بخاطر همی کردیم تا که هر جایی که ما connection نیاز داریم بار باری کل کود نوشته نکنیم now what I can do is که اینجا ما فقط object ای کلاس را جور بکنم و شما می فهمین object ای کلاس دهی فایل چطور رو میکنیم اول باید ما او فایل دهی جا include کنم تا که کلاس یا دوی جا accessible باشه برای من ما اینجا در شروع پیج یک PHP بلاک را جور میکنم و از طریق include یا require function PHP میتونم که او فایل یا کود او فایل در داخل ای فایل اکسس بکنم نام این فایل ما چی بود؟ pdu-con.php save and inside here حالی چیزی که در اوجه سی کلاس در داخلی فایل اکسس میشه حالی اینجا میخوایم چی کنم؟ یک آبجکت یزو کلاس رو جور بکنم چطور جور میکنیم؟ فرضاً من نوشته میکنم دالر آف پیریو او بی جه از ایکوال تو نیو نام کلاسی ما چی بود؟
PDU-con of my dynamic column. PDU connection object is equal to new PDU-con. That's it. ऑब्जेक्ट मौजूद शुद ओली दर داخلی کلاس کدام فنکشن است که کانکشن جور میکنه بری ما ریٹرن میکنه میک کان سو با استفاده از این ابجکت میتونم کیو فنکشن کال کنم پی ڈی او کانکشن ابجکت و میتد که ای کانکشن بری ما جور میکنه میک کان است ولی کانکشن جور میکنه این میتد ایرا ببینین و بری ما ریٹرن میکنه ایجا در آخر کانکشن که جور شده برای ما ریٹرن کرده است وقتی که این کانکشن ریٹرن میکنه ما باید او کانکشن در یک ویریبل بگیریم سو ای ویل کریت ا ویریبل فرزن کان کانکشن ما اسای میشه بریزی فقط این دو لاین نوشته کردم یک آبجکت از کلاس را جور کردم و در داخل این کلاس ای میک کان فانکشن که از ایرا کال کردم تا که کانکشن را جور کنه و برای ما ریٹرن کنه او کانکشن ما دی ویریبل گرفتم اولی EGS یک PDU instance ماست که او کلاس برای ما جور کرد و کانکشن استابلیش کرد با استفاده از این PDU کانکشن ما میتونیم این کویری خدا رن بکنم این کویری را اگر ما رن میکنیم پس می گفتیم دو طریقه داریم طریقه اولش first one is query method که ما از query method PDU استفاده کرده یا کویری را رن بکنیم و او چی طور میشن که ما این کویری را نوشته کردیم ما از اینجا آمده با استفاده از این کانکشن که ما جور کردیم کان میتونم که یک متد کال کنم با نام کویری و کویری که داریم اینجا ما بریزی پاس بکنیم کویری در کدام ویریبل انداختیم دالر آف اسکیویل کویری درست است ای را که پاس کردیم چی میکنه این کویری را برای ما رن میکنه حالی این کویری است که پس برای ما دیتا را میده یعنی اگه ای کویری رن شوه سیلکت استاتیک فرام استودنت رجیستریشن جوابش چی است که از او تیبل کل ریکارد ها را بگیره و برای ما بده یعنی که ای وقتی که رن میشه بالای کانکشن برای ما کل ریکارد ها را میده او ریکارد ها را ما باید گیت کنیم در یک ویریبل فار اگزامپل ما اینجا میگم استودنتس مساوی میشه بریزی او کل ریکارد ها را که گرفتیم در این ویریبل استیدیز انداختیم آری از این ویریبل استیدیز ما میتونم که یک یک ریکارد را گرفته پرینت بکنم چطور قسمی که پیشتر گفته بودیم که ما بگویم که while تا وقتی که در یک ویریبل ما میگویم ویریبل رو مساوی میشه dollar of stds dot dash fetch منظور چی است تا وقتی قسمی گفتیم اینجا تا این مرحله بالای کانکشن کی کویری رن میشه کل ریکارد ها را از او تیبل برای ما گرفته در اینجا نشان میده و وقتی که این ریکارد ها در این به شکل کلکشن در این ویریبل انداخته شون ما یک یک ریکارد از این میگرم و میگم تا وقتی که در اینجا تا آخرین ریکاردش باید بریم تا وقتی که در اینجا ریکارد موجود است تا وقت ریکارد گرفته در این ویریبل برای ما برده و این کار کی میکنه؟ فچ میتر میکنه فچ میتر چی میکنه؟ یک یک ریکارد از این کلکشن میگیره و اینجا برای ما در این رو ویریبل مندازه آلی این فچ متد که یک یک ریکارد میگیره و دی ویریبل مندازه او ریکارد این فچ متد به چند طریقه گرفته میتونه به شکل یک اسوسییتیو اری گرفته میتونه به شکل یک آبجکت گرفته میتونه و یا به چند تا شکلای دیگه 6 7 تا شکل هستن که در نوت تان هم ذکر کردیم شما آنلاین هم سرچ کردن میتونید او دیگه شما آره کار نداریم با او گپ نمیزنیم منتها دو تا فچ مودایی که زیاد قابل استفاده ما هستن و ما میشناسیمشان یکیش به شکل اسوسییتی ورس و دومیش هم به شکل آبجکت است اولا ما به شکل اسوسییتی ورج این کارا میکنم در از فرست فچ مود فرست فچ مود که ما میتونیم استفاده بکنیم و چی است به شکل اسوسییتی ورس خب اگر میخوایم که این ریکارد را از این کلکشن یک یک ریکارد که برای ما ریتن میکنه به شکل یک اری بیایا و در این رو ویریبل ما ذخیره شوه اینجا ما چیزی که پاس کرده میتونیم چی است وی است که ما یک استاتیک ممبر یعنی پی دیو کلاس داریم الریڈی which says that this should the type of the value that this fetch method return should be an associative variable اورا بچی شکل ما نوشته میکنیم که پی دیو و ما یک استاتیک فچ مود داریم به نام فچ underscore so مطلب associative array that's it درست است
عالی را چی گفتیم تا وقتی که از این کلکشن استودنتس یک یک ریکارد فچ میکنه با کدام شکل به شکل یک اسوسیری وری او را در کجا باید پرتیم در رو وریبل از این رو وریبل ما میتونیم کی نشان بدیم تا وقتی مکمل رو را ریپیت میکنیم در باڈی لوپ این رو را میگیریم از این خاطر ما این لوپ ای شروع میکنم با کجا بسته میکنم جایی که روی ما بسته میشه که یک پی اچ پی بلاک آغاز میکنم و اینجا لوپ خود بسته میکنم ولی در داخل از این لوپ ما میتونم که از این رو وریبل استفاده کنم و به کدام شکل شکلش ای دیفاین کردیم به شکل اسوسییتد وری ات مینز دت ناو ایت از ان اسوسییتد وری فرضاً ما اینجا میگم که آی دی ش ای نشان بدم سو وات آی کن دو از که ما بلاک پی اچ پی را بگیرم چون اسوسییتد وری وریبل پی اچ پی است باید داخل پی اچ پی اکسس شوه ایکو اوت میکنم از دلار اف روز اسوسییتد وری است هر یک کی هر یک نام کالم ایجا یک کی حساب میشه فرضاً استیری آیدی نام کالم اول ماست از ایره ما ایجا میگیرم ببینید سیو میکنم اگر اشتباه نکرده باشیم و ایره ریفرش بکنم کلی آیدیایی که در تیبل دارم از یک تا هفت کلش ایجا برای من نشان میده با می شکل ما همی سیل ریپیت کرده میتانم فرضاً میگم که بعدن برای ما چی را نشان بده استیری نیم سیو and refresh you will see all the names با می ترتیب ما میگم که در کالم بادی در سل بادی بریم stdf نیم نشان بده stdf نیم save and refresh you will see an error because stdf نیم is capital ما یه خورد دادیم save and refresh by شکل و با می شکل ما میتونیم یک یک کالم زیرا اینجا مشخص بکنیم که ما اینجا ای را کاپی کردم سه چهار بار پیست میکنم بعد از فادر نیم ویلیوی که میخوایم ببینیم فون از بعدن ایج و STD جندر it is STD phone and age و بعدنم STD جندر save and refresh you will see all the records خب ای چی را ما کردیم در متد اول با استفاده از کویری متد با استفاده از فچینگ مودی اسوسییتد وری کار ما کردیم ما همین کارا میتونیم به شکل یک آبجکت هم بکنیم یعنی که تا اینجا درست است مگر اینجا ما میتونم که یک فچ مودی دیگه هم بگیرم در از میخوایم که این دیتا را به شکل آبجکت گیت کنم نه به شکل اسوسییتد وری ای کارش تو کدا میتونم ما ای وایل لوپ پس ایجا کامنت میکنم مکمل از ایجا سلیکت میکنیم تا اینجا و کلی از ایرا کامنت میکنیم we can do it because it includes the HTML part اگر HTML part شما سکیپ بکنیم باز ما میتونیم که کار بکنیم but what I will do is कि मैं जो एक मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट बकनम बाय शिकल व एंजॉय मल्टी लाइन कमेंट है खुदा बस्ता बकनम मैं बिनम सेव में करम विद अ रिफ्रेश में करम माय डेटा रन में बिनम درست است فقط چی را کردم این لوپ خودم را کامنت کردم تا که مودی دیگه را ببینیم این طریقه اولی ما بود در کویری میتد میتونیم که فچ مودا اسوسییتد وری سیت کنیم هر ریکارد به شکل یک اسوسییتد وری ما گیت کنیم و یه نشان بدیم ولی اگر فرضاً بخوایم که به شکل آبجکت می کار بکنم ما چی را کردم میدانم تا اینجا کار ما مو است که کویری را نوشته میکنیم و کویری رن میکنیم بعد از اینکه از این دیتا را میگیریم مختلف فچ مودا داریم یک فچ مودش اسید وری بود دومش من جبرتان نشان میتونم که چی است آبجکت است فرضاً میخوایم که به شکل آبجکتی را گیت کنم یک بلاک پیچ پی را جور میکنم و از اینجا فرضاً میگم که متد دوم ما فچ مود او بی جی به شکل آبجکت میخوایم که دیتا را فچ کنیم از کجا از این وریبل این وریبل چی داره باز تکرار میکنم کویری را رن کردیم کل ریکارد را از دیتابیس گرفته از تیبل گرفته دی ویریبل انداختیم حالی از این ویریبل که ما گیت میکنیم یک طریقش فچ مود بود دوم طریقش چی است آبجکت بوده میتونه سیوم چهارم طریقه هم داره با شکل آبجکت اگر فچ میکنیم چی را گفته میتونیم که فرضاً ما بازم کسا میگم که وایل
تا وقتی که دلار آف رو ما ویلیو را گیت میکنه از کجا؟ از دلار آف استیریز فچ، یک یک ریکارد برای ما فچ بکنه. درست است؟ مگم بر کدام مود فچ بکنه؟ اینجا ما میتونیم که بگیم که ام دفعه میخواییم به شکل آبجکت. So what I can do is PDO double colon و اینجا ما گفتم میتونم که fetch underscore obj به شکل آبجکت میخواییم که دیتا را بگیرم. دیگه همو قسم است، کدام فرق نداره ببینیم. فقط اینجا فیت موجیش از سیل ویره مانده بودم و این دفعه فیچ موجیش چی ماندیم؟ آبجکت ماندیم. چی میخوایم بکنم؟ یک رو را میخوایم ریپیت کنم. لوپ شروع میکنیم و اینجا باڈی لوپ بسته میکنیم. در داخلش میگم که یک رو باشه تیار و در داخلی رو یک سیل داشته باشم، جایی که فرضاً میخوایم اولین ویدیو نشان بدم که چی است؟ ایدی است. بلاک پیچ پی را جور میکنیم و در داخلش ما یک یک ریکارد در کجا میگیریم؟ در این ره، در این آبجکت. آر ای چی است؟ رو آبجکت است، ره نیست، بخاطر کی برش آبجکت ریتن میکنه. اینجا ای رو ره بود، بخاطر کی برش ره را ریتن میکرد. آر ای آبجکت است. فرضاً من نوشته میکنم که دالر آف رو و از یک آبجکت، یک انستنس ما چطور میگیریم یک پراپرتیش، هر یک کالمش حالی ایجا یک پراپرتیش حساب میشه، هر یک کالم تیبل. مثلا من نوشته میکنم که استودیو آیدی سیف اند ریفرش، یو ویل سی دا آیدیز، بات آیدی نامت که چرا نامت؟ لیت می چک که ایکو نکردی میرا، فقط تیرا گرفته میجا، مگم ما باید ایکو بکنم. سیف اند ریفرش، ببینین کلی آیدی ها رو میبین. آره ببینید، فقط اینی جا فرق میکنه که ای دلار آف رو را ما چطور تریت میکنیم؟ به شکل آبجکت و هر کالمش به شکل پراپرتی آبجکت. مگم اینجا که ما میکردیم ایکو میکردیم به شکل یک اسوسییتیو اره و هر یک کالمش یک ویلی یا کی اسوسییتیو اره میشه. درست از دیگه هیچ کدام فرقی نداره. اگر فچ مود ما آبجکت بانیم، ای فچ میتد یک یک ریکارد ریتن میکنه با شکل آبجکت ریتن میکنه. اگر فچ مود ما اسوسییتیو اره میمانیم، ای فچ میتد یک یک ریکارد ریتن میکنه با شکل اره ریتن میکنه. آره ما میتونم که فرضاً با می شکل کلی اجزا را بگویم که فرضاً در سل بادی پی اچ پی بلاک اند دن آی وانت ایکو از آبجکت دلار آف رو میخوایم که std نیمش ایکو کنیم. ریفرش، یو ویل سی دا نیم. با همین ترتیب کل فیلد ها رو ما اینجا گرفته میتونیم. فرضاً اگر من یارو کاپی میکنم، بعد از std نیم std f نیم و بعدا میخوایم که فرضاً std فون داشته باشیم. And what other columns do we have? Age and gender. That is age and then std gender. Save and refresh. Okay, we again have a mistake. Std phone. This is std, not std. Refresh, you will see all the data. Notice this. Matlab ye jab barish humo zyada fark malum na mesha. اگر ما از طریق بیشتر فچ مود سیل ویرم نشان میدانم همه قسم کلی ریکارد رو برای ما نشان میداد و اگر ما فچ مود آبجکت میمانم هم همه قسم کلی ریکارد رو برای ما نشان میداد. And that's what all I want. مگر می که شما با آبجکت راحت هستین و یا با شما با سیل ویره راحت هستین، میتونین همو فچ مود بانین و با استفاده از همو فچ مود ایر اکسس بکنین. و اگر فچ مود مشخص نمیکنین، فرضاً من هیچ مشخص نمیکنم، سیو میکنم و ایره رفرش میکنم، باز شما ایرر را میبینیم. بخاطر که فیچ مود که ما مشخص نکنیم، باز ما نمیفهمه که ای ویلیو که ریتن میشه بر کدام تایپ است. آبجکت نیست، منتها هر تایپ که هست امکان داره که ایره باشه، امکان داره که هر تایپ دیگه باشه. و یک ریسک است که ما فیچ مود مشخص نمیکنیم و با یکی از مود ها را اکسس میکنیم، یعنی ما باید فیچ مود اکسس بکنیم. و اگر میخواین که یک فیچ مود دیفالت بانید که هر وقت از امو مود استفاده شوه، نه که هر وقت ما اینجا فچ مود مشخص کنم، با چی کده میتونیم؟ باز وقتی که کنکشن را جور میکنیم، دو وقت ما میتونم که یک دیفالت فچ مود را سیت کنم با کنکشن خود. فرضاً ما از اینجا میایم
و میگم که یک دیفالت فیچ مود برای از کانکشن خود سیت کنم. ما میایم در کلاس کانکشن خود و از اینجا قسمی که ما ای اتریبیوت سیت کردیم به خاطر اکسپشن هندلنگ، ما میتونم مختلف اتریبیوت های دیگه را میجا سیت کنم. فرزن اینجا میخوایم که با می کانکشن فیچ مود سیت کنم، سیت فیچ مود. درست است؟ چطور سیت میکنیم؟ ما یه اوبجکت که دارم دلار آف پیریو and then set attribute method. اینجا قسمی که پیشتر گفتم دو چیز از ماهی میخواه، اول کدام ویلیو میخوایم، کدام پراپرتی رو میخوایم سیت کنیم و دوم برای چی میخوایم سیت کنیم. حالا میخوایم که ما فیچ مود رو سیت بکنم. ما میتونم در بخش اولش امیره برش دیفاین کنم that I want to set a PDO attribute. یک PDO attribute میخوایم سیت کنم که او چی است؟ default underscore fetch underscore mood است. میخوایم default fetch mood سیت کنم، کاما در پرامیتر دومش چی میخوای دیفالت فچ مودیت باشه؟ ایجا ما گفتم میتونم که پیریو کالن فچ همو ویلیوی که ایجا دادیم چی است؟ پیریو فچ آبجکت، پیریو فچ اندرسکور او بی جه. یعنی که آلی بای دیفالت فچ مودی ای کانکشن ما آبجکت می باشه. آلی اگر ما ایجا ای را مشخص هم نکنم، ای را سیف بکنم و ای را ریفرش بکنم، it will work. But fetch is a more spell mistake darim. Yes, this should be FET, save and refresh. You will see all the data. Garche maija fetch mode set na kare magam by connection by default ma guftem ki by connection har waqt default fetch mode UBJ basha. Ija farzan me tanam ki bogem default fetch mode associative re basha. هر یکی شما اینجا گفته میتونیم بای دیفالت هر یکی شکی بخوایم سیت کنیم. درست است؟ به این شکل. حالا اگر فرضاً بخوایم که ای را ما پس کامنت میکنم، تا اینجا سیو میکنم و ای را ببینید هیچ دیتا را ایجا اکسس نکردیم. پس اسوسییتیو ایره خودا طریقه فیچ مود اسوسییتیو ایره خودا ان کامنت میکنم تا که دیتا را به او ببینیم. Save and refresh. You will see all the records. Magami jabi binin. If fetch mode overwrite mesha. Agamon nametim bibinin. Save mekonim or refresh mekonim. Boss default fetch mode chimi basha object. Wa e error ke bari mometa mega by default fetch mode object as magaija shuma bashikli asiri virai access karim. Then you cannot do it. Wa agar mekhan ki dorost as default fetch mode object as magam all ima bashikli asiri virai mekonim. Boss shuma metonin e value ijabatin. درست است؟ ای ویلیو ای را باز اوورایت میکنه دیفالتش. That's it. خب ای بود پیدیو کانکشن در یک کلاس گرفتن و دیتابیز از دیتابیز ریکارد گرفتن با طریقه کویری میتد و دو تا فیچ مود را دیدیم که اسوسییتیو ویری بود و آبجکت بود و سیوم کاری که کردیم که چطور میتونیم اتریبیوت ها را با یک کانکشن سیت کنیم، دیفالت فیچ مود را سیت کنیم و یا دیفالت ایرر مود را سیت کنیم، این چیزها را سیت کنیم. درست است؟ در لکچر بعدی انشاءالله با طریقه دوم دیتا را فیچ میکنیم which is prepared statement method. این طریقه اول بود query method که آسان است و insecure است. طریقه سیکیوری که ما داریم او prepared statement method است. شما با این پرکتس بکنین او را بعدا میبینید.